گرده همایی بزرگ مبلغان در آستانه ماه مبارک رمضان برگزار شد. طبق روال سالهای گذشته، گرده همایی بزرگ مبلغان به مناسبت نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان در بیت مرجعیت شیعه، آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در شهر مقدس قم برگزار شد. در این همایش سالانه که جمعی کثیر از علما، فوزلا و مبلغان شیعه از اقصا نقاط ایران، افغانستان، عراق، کشورهای هاشیه خلیج فارس و کشورهای دیگر در بیت آیت الله شیرازی مدزل حضور داشتند، مرجعیت شیعه بیاناتی ارزشمند و راهگشا را در جمع مبلغان ایراد کردند. حضرت آیتولالعزماشی شیرازی با تاکید به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان و با اشاره به عبارتی از دعای امام جواد علیه السلام در شب اول این ماه عظیم فرمودند حضرت جواد علیه السلام از خدای متعال درخواست کردند وحدنا لرشاد ارز می کنم که هدایت از جانب خدا است رشد نیز از سوی خدای متعال است و ماه رمضان ماه هدایت و رشد است باید در این ماه برای رسیدن به این دو منظور یعنی هدایت و رشد تلاش کرد چرا که فرصت در این ماه مهیاتر است و راه رسیدن بدان نیز تصمیم است معظم الله ادامه دادند باید مقدمات وجود رشد در دین و دنیا را کسب کرد و این کار بسیار دشوار است هر کسی باید با خود بیندیشد که از چه راهی به رشد و ترقی میرسد و هر لحظه در مسیر بهتر شدن گام بردارد مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی ادامه دادند انسان باید در تمام دوره سال به دنبال خودسازی باشد اما ماه مبارک رمضان بهار خودسازی است و مسیر هموارتر است معظم الله با بیان گوشه اسیره عملی مراجع بزرگ شیعه همچون آیت الله العظما ابوالحسن اصفهانی و آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی در خودسازی این ماه عظیم را بهترین فرصت جهت خودسازی معرفی کرده و فرمودند باید تصمیم گرفت و از فرصت مناسب ماه رمضان استفاده برد تا از فریب شیطان در امان بود و ممکن است شخصی در منزل پیامبر صلی الله علیه و آله علی باشد اما اسیر شیطان گردد بزرگ مرجع جهان تشیع در ادامه سخنان خود دفاع از دین را در زمان فعلی جهان که از زلالت و گمراهی پر شده وظیفه دیگر همگان دانسته و فرمودند پس از خودسازی در ماه رمضان وظیفه دفاع از دین بر عهده تک تک ماست هر شخصی در هر نقطه‌ای به مقدار توانش در برابر هدایت تمام افراد روی زمین مسئول است هر کسی با هر توانی که دارد باید در این مسیر باشد پس باید با قلم، بیان، مال و هر چیز دیگر در این مسیر کوشید مال، علم و قدرت هر کدام وسیله‌ای برای امتحان است و باید از آن در راه هدایت انسانها تلاش کرد ایشان در فراز دیگری از کلام خود ضمن اشاره به دعای اللهم عرفنی نفسک فرمودند فرازی از این دعا بازگو کننده این است که بعضی از احکام الهی محو شده است و به دست امام زمان عجلالات تعالی فرجا شریف تجدید خواهد شد به جوانان در سرتاسر سر عالم سفارش می کنم این دعا را با دقت مطالعه کنند با خود بیندیشیم که چه چیزی از دین محو شده است چه سنت هایی در حکومت رسول خدا و امیر و مؤمنان صلوات الله علیه ما و آله ما بوده و در زمان ما از بین رفته است و به دست امام زمان عجلالا تعالی و شریف تجدید می شود معظم الله ضمن بیان وجود آزادی نسبی در اکثر کشورهای جهان تلاش برای هدایت دیگران را یک وظیفه همگانی معرفی کرده و فرمودند در زمان ما اکثر کشورها از آزادی نسبی برخوردارند چه کسی باید از این آزادی در راه دفاع از خدا و پیامبر صلی الله علیه و علی استفاده کند اگر در کشوری با یک عکس به پیامبر توهین می شود آیا همه مردم آن کشور معاند هستند؟ اکثر آنها جاهلند و نه معاند. باید مقدمات وجود هدایت همه آنها کسب شود. باید از ماه مبارک رمضان گیری شود و هر کس با نیروی خودش در راه هدایت دیگران تلاش کند. این وظیفه یک واجب کفایی است اما در حال حاضر آیا به اندازه کفایت به این امر پرداخته شده است؟ تا زمانی که این امر به مقدار کفایت نرسد عینی و بر همگان واجب است باید از این ماه استفاده و در راه هدایت همگان تلاش شود گفتنیس مشروع این سخنرانی از شبکه‌های مستقل شیعی و به زبانهای مختلف پخش خواهد شد